شاه 11 قطعه فرش نفیس برای مرکز اسلامی واشنگتن فرستاده بود که روی اون نوشته شده بود هدیه پادشاه ایران به مسجد واشنگتن. انقلابیون در جریان اشغال مرکز اسلامی اون نوشته ها رو از روی فرش ها کندن. روح الله خمینی گفته بود هنری زیبا و پاک است که کوبنده اسلام آمریکایی باشد. حسن سربخشیان نگاهی دارد به هنر در اسلام. اولین موزه در دنیای غرب تقریباً 7 قرن پیش و در ایران حدود 100 سال قبل تأسیس شد تا آثار هنری ارزشمندی را به نمایش بگذارند که از گذشتگان به یادگار ماندند. اما قبل از تأسیس موزه، آثار هنری اغلب برای به تصویر کشیدن بُعد زیبایی شناختی دین در مکانهای مقدس مورد استفاده قرار می گرفت، جایی که در اسلام این امر جایز نبود. شما در منابع اسلامی چنین ممنوعیتی رو سراغ ندارید که گفته باشه حالا پیامبر اسلام رو نمیشه به تصویر کشید یا فرض کنید بازیگری در فیلم نقش حضرت رو بازی کنه. اینها نظرات اشخاصه. حالا فقیهانی درباره اینها اظهار نظر کردن، نظرات شخصی خودشون رو گفتن. این نظرات لزوماً نظرات شرعی و دینی نیست. مثلا این نقاشی برمیگرده به اختلافی که با مسیحی‌ها وجود داشت و در کلیساها تصاویر که حضرت مسیح و مریم رو میکشیدن و این یه نوعی حالت شرک معابانه پیدا کرده بود از دید مسلمان ها. به همین خاطر یه مقداری با کشیدن افرادی که روح دارن مثل حیوانات یا انسان باهاش مخالفت شدش، گفتن آقا درست نیست، در حد حرمت. بعد از انقلاب سال 1357 روحانیت شیعه در ایران با بهره‌گیری از فرصت تاریخی به وجود آمده تلاش کرد تا تعریف جدیدی از هنر ارائه دهد که تا قبل از آن در ایران ناشناخته بود. آیت الله خمینی هنر را دمیدن روح تعهد در انسان‌ها نامید. من آیت الله خمینی رو یک هنرمند نمیدونم که بخوام حالا روی تعریف ایشون از هنر یا هنر متعهد خیلی بحث و تحلیل بکنم. ایشون سیاستمدار بود، به علاوه یک مرجع دینی بود. ایشون خیلی دوست داشت که نه تنها هنر بلکه همه چیز در خدمت تحکیم نظامی باشه که ایشون بنیان گذاشت. مثل این میمونه که شما علوم مختلف رو بخواید براش یک تعریف عرفانی درستش بکنید. به نظر من درست نیست. هنر مفهوم خودش رو داره، اون چیزی هستش که هنرمند با ذوق خودش با اون توانایی خودش میادش انتقال میده. اینکه شما بخواید براش یک زاویه ای رو درست بکنید، یک شرح یا وظیفه ای رو بدید، به نظر من کار غلطی است. این حرف درستی نبود آقای خمینی زده. نگیتی که پشت از فرزند را دلیل و جوان ممنوعیت موسیقی و خصوصاً آواز زنان در ایران از سوی افرادی که معتقد به هنر اسلامی هستند همچنان وجود دارد. این کسانی که این کارو کردن قشنگ آگاه بودن دارن چی کار میکنن. ببینین یه چیزی که ناقصه، شما توی موسیقی ایرانی یک سازی داری که نغمه داره، یک سازی داری که ریتمو میگیره، ساز کوبه‌ایه، یک سازی داری که در واقع آوای انسانیه و این رو خواننده زن و خواننده مرد باید پرش کنن و یه فاصله بم تا میانه، میانه تا زیر رو داره، بم تا میانه صدای مرده، میانه تا زیر صدای زن. خب 43 ساله که این بخش یعنی یک چهارم موسیقی حذف شده. اون کسانی که از اون تلویزیون ملی نمیذارن این چیزا پخش بشه دقیقا هدفشون همینه، یعنی به هر نحوی که شده زن همیشه رفته اون پشت.
اصلا من تصوری ندارم که یک علم در مذهب ما، در دیانت ما حرام باشه. اصلا امکان نداره، قابل تصور برای من نیست. بلکه برداشت غلط، برداشت نادرست از این کلمات بوده. علما خیال میکردن که اگر کسی بیاد خوب بنوازه، انسان را از یاد خدا میبرد. نقاشی، مجسمه سازی، منسوجات و تذهیب‌های مربوط به قرن‌های گذشته همگی رسانه زمان خود بودند. اما نگاه روحانیت شیعه حاکم بر ایران در عصر مدرن به هنر چگونه است؟ یکی از اشکالات مهمی که وجود داره در حوزه‌های دینی این هست که اونها درباره اموری اظهار نظر می‌کنن که درباره بسیاری از اونها آگاهی و آشنایی کافی ندارن، از جمله هنر. چرا این اتفاق میفته؟ چون حوزه ها منابع فقهیشون حدیثه، حالا تازه قرآن هم در درجه دومه. خب حدیث مربوط به جامعه 14 قرن پیش مسلمانان هست، در یک جامعه دیگری که اونجا اصلا نقاشی معنای دیگری داشته، مجسمه سازی معنای دیگر و کاربرد دیگری داشته، موسیقی همینطور. میدونین هنر توی ایران همیشه آلوده است به مسائل مذهبی و سیاسی، در حالی که وظیفه هنرمند یه چیز دیگر است. حتی بعضی از روحانیون خیلی دلشون میخواست که یه راهی پیدا کنن، یا به قول اون دسته دیگه از روحانیون یه کلا شرعی پیدا کنن که بشه یه جوری راهو باز کرد که خانومان بتونن بیان. این روحانیت از اول تعیین کننده بودن، یعنی چه زمان دولت ساسانیان دومین گروه، قدرتمندترین گروه بودن، و چه در زمان بعد از اسلام و امروز بزرگترین گروه هن، ثروتمندترین گروه هن، و اینا افکار مردم در دستشون هست و اینا آنچه خودشون میپسندن میخوان جلوه بدن، بگن دین این است، نه آنی که دین واقعی هست. برای آقای خمینی اگر همین هنرمندان روز اول می آمدن می گفتن آقا اینا در خدمت انقلابن، همه چی حلال بوده. انسان مدرن به دنبال نیازی متفاوت در هنر است که معنی آن با گذشته متفاوت و در حوزه هنرهای تجسمی جلوه‌گر است. حکومت‌های متکی بر ایدئولوژی نیز در این میان بهره‌های فراوانی از بکارگیری هنر و هنرمندان بردند. این محدودیت فراوانی رو برای هنر و هنرمند ایجاد میکنه و در واقع هنر رو سرکوب میکنه. اگر یک هنرمندی بخواد که پایبند به این محدودیت ها باشه، در حقیقت باید فاتحه هنر خودش رو بخونه. در ایران امروز جایگاه مذهب و نگاه روحانیت به هنر همچنان مناقشه برانگیز است، جایی که خلق یک اثر هنری ترجمه ای از یک خیال آزاد و برتر است. گمان نظرسنجی رو در سال 1399 انجام داد که در اون بیش از 50,000 پاسخ دهنده شرکت کردند و حدود 90% ساکن ایران بودند. بر اساس نتایج این نظرسنجی 78% پرسش شوندگان به خدا باور دارند، 20% به هیچ چیز اعتقاد ندارند، 60% اعلام کردند نماز نمیخوانند و بسیاری موارد دیگری که میتونید به اون مراجعه بکنید. با شنیدن بخش متفاوتی از نظرات مردم برنامه رو به پایان می‌بریم و نسخه کامل مصاحبه ها رو در وبسایت و رسانه‌های اجتماعی صدای آمریکا میتونید ببینید. تا دیدار دیگر، بدرود.